یک گروه از سناتورهای ارشد جمهوری خواه در واکنش به آغاز مذاکرات دولت پرزیدنت بایدن در وین با هدف احیای برجام در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند در رویکرد خود نسبت به ایران تجدید نظر کند. همکارم شهلا آراسته گزارش میده. 4 سناتور ارشد جمهوری خواه عضو کمیته های اطلاعاتی، خدمات نظامی، بانکی و امور خارجی سنا، جیمز انهاف، مارکو روبیو، پت تومی و تاد یانگ، در پی اخبار مبنی بر اینکه دولت جو بایدن ممکن است در ازای بازگشت به توافق برجام از اهرم تحریم علیه حکومت تهران چشم پوشی کند، با ارسال نامه‌ای به پرزیدنت بایدن ضمن ابراز نگرانی عمیق از او خواستند در رویکرد خود در قبال تهران تجدید نظر کند و با تاکید در نامه افزودند ما مخالف هر گونه تلاش برای بازگشت به توافق شکست خورده برجام و یا هر توافقی هستیم که امتیازات یک جانبه ای را به رژیم ایران بدهد که همچنان به تضعیف امنیت ایالات متحده و متحدان و شرکای آن ادامه می دهد. 4 سناتور جمهوری خواه در این نامه که پیگیر نامه مشابه دیگری به بایدن در فوریه گذشته است افزودند ما امیدواریم که با شما در مسیری به جلو همکاری کنیم که مانع از دسترسی ایران به توانایی سلاح اتمی و حمایت آن از تروریسم شود و رژیم را در موارد شنیع نقض حقوق بشر و گروگانگیری آمریکاییان مسئول و پاسخگو قرار دهد. همزمان سناتور جمهوری خواه تام کاتن نیز در واکنش در یک رشته توییت نوشت به جای رژیم در کنار مردم ایران بایستیم و در توییت دیگری افزود اولویت دولت بایدن باید آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی باشد نه پیشنهاد لغو تحریم‌ها به آیت الله ها. در مقابل سناتور دموکرات کریس مرفی حامی توافق برجام در توییتی آغاز مذاکرات را خبر خوبی خواند و افزود جهان با بازگشت ایران به محدودیت‌های توافق هسته‌ای امن‌تر خواهد بود. شهلا رسته، صدای آمریکا.